دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com. بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین، امیدوارم که به سلامتی بگذارین و روزی با خیال راحت و آزادی کامل بتونیم در ایران هم دیگر رو ببینیم. برنامه من در حدود 20 خورده سال پیش شروع شده و هدف این برنامه به این بوده که اطلاعات تونجا که میشه اطلاعات دقیق تری از اینکه در افواه مردم هستش یا گوش به گوش یا دهن به دهن صحبت میشه درباره ایمیگریشن بتونیم تونجا که ممکنه اخبار دقیق رو، چه قوانین جدید و چه صحبت هایش که در کنگره هستش یا نمایندگان مجلس به صورت لایحه به مجلس ببرن صحبت بکنیم و در ضمن به کیس هایی که خود من دارم یا به طور کلی در دادگاه های ایمیگریشن هستش صحبت بکنیم. همونجور که میدونین، اگر اونایی که در آمریکا هستن و اخبار آمریکا رو گوش میکنن میبینن که از ایمیگریشن خبری نیست. فقط تنها چیزی که صحبت الان اینجا میشه اینه که چرا دولت آمریکا اجازه داده که در حدود 6 میلیون از مرزهای جنوب آمریکا به طور غیرقانونی وارد شدن، چجوری اینا رو میشه هندل کرد، چجوری میشه از نظر مالی از نظر قانونی اینا رو پروتکتشون کرد، مواظبشون بود. برای اینکه شکی نداره کسی که وارد اینجا قانونی یا غیر قانونی، دولت باید یک مرحله به حساب داره ایمیگریشن، باید یک مرحله اولیه یک سوال های کلی بکنه که بفهمه اینا، از حداقل بفهمه که از کجا اومدن، پاسپورتشون مال کجاست، مسیرشون چی بوده و برای چی میخوام بیان آمریکا. این خب این تموم که میشه بعدا اینا رو اکثرا اگر که وابستگی های در آمریکا داشتن، فامیلی که داشته باشن، اینا رو آزاد چون میکنن و بهشون یه دونه داکومنتی بهش میدن که بهش میگن NTA Notice to Appear، که همون صفحه اولش در بعضی موارد صفحه دومش اون پایین نوشته که یا اینکه زمان بهشون دادن یا اینکه نوشته که بعداً به اطلاعشون میرسونن. و در ضمن اینا رو میخوان چیکار کنن؟ بهشون میگن هر چند وقت یه مرتبه به این اداره ایمیگریشن در محلتون، در شهرتون یا در ایالتتون باید برین خودتون رو معرفی کنین و اکثرا میبینیم که خیلیشون هم این کار رو نمیکنن و مشکل دولت همینجاست. بعد خب این مسئله میشه که با اینا چیکار بکنن؟ بین ایالات مختلف شکایت از دولت شده که مثلا بگم که آخرین کیسی که صحبت شده فکر کنم دیروز یا پیروز
دادگاه عالی آمریکا تصمیم گرفته، شکایتی بوده که دولت تکساس از دولت آقای بایدن کرده، از ادمنستریشن بایدن، از گاورمنت شکایت کرده که شما برای ما این همه ناراحتی به وجود میاریم برای اینکه شما ایمیگریشن به طور کلی، مرزهای مملکت به طور کلی باید از طرف دولت فدرال، دولت فدرال، فدرال گورنمنت این رو بیاد پروتکت بکنه و شما همین درشو باز گذاشتین میان اینجا ما باید اینا مسکن بدیم، باید بلا خونه بدیم، با اینا باید غذا بدیم، مدرسه شون رو نگاه کنیم، بیمارستان بشیم، این برای ما خیلی ضرر داره. البته سوپریم کورت گفتش که این شکایتی که دولت تکساس کرده، گاورمنت تکساس کرده، ایالت تکساس کرده استندینگ نداره و کیس رو اصلا نگاه بهش نکرد و الان باز توپ در کورت USCIS هست که با اینا میخواد چیکار بکنه. خلو این از مسئله کسانی که چند روز گذشته برای من این نامه هایی که بهشون سر فدرال گاورمنت سر مرز بهشون دادم، بعد از یه مدتی خب اینا رو یه تاشون که مثلا سه روز چهار روز بیشتر نگرشون نشن و اصلا جا نشن تو هتل های اطراف گذاشتنشون، بعدا این کاغذ رو بهشون، اینایی که اومدن و این مدارکشون برای من فرستادن باید که شروع کنیم براشون از طریقی که میشه با توجه به بکگراندشون ایناست بیام تقاضا بکنیم. تقاضا من یک وکیل نمیتونه به یک نفر بگه که از چه راهی تقاضای اصالم بکن. این مسئله در حدود 15 سال پیش، شایدم بیشتر شایدم کمتر، در نیویورک اتفاق افتاده بود. یک دفتر وکالتی یه استاندارد فرمت داشتش، فرمای پکیج کوچولو داشت 15 صفحه 10 صفحه نمیدونم چرا، اینا رو همه رو آماده کرده بود، برای هر کسی یه مقدار خیلی کمی هزینهشون میکرد، فقط اسما رو عوض میکرد. بعد از یه مدت دولت اینا همهشون یه شکایت دارن، همهشون میگن تو خیابون مثلا خیابون فلاور همشون پلیس بهشون حمله کرده، دستی که در فلان کشوری که این زندگی میکنه خیابون فلاور وجود نداره. یه همچین به حساب ادعاهای غلطی بود که توی این فرمای پناهندگیشون نوشته بودن. بعد از یه مدتی خب این شخص رو دفتر وکالت شو بستن، لایسنس وکیلیشو گرفتن و الان تقریبا بگم به هر کیسی دقیقا نگاه میکنن، دقیقا نگاه میکنن ببینن که مثلا یه نفری به من نوشت که من میخوام تقاضای اصاله بکنم، چرا اصاله میکنم؟ من چه میدونم؟ من باید بشم با تو نیم ساعت سر و یه ساعت صحبت بکنم ببینم که اصلا داستان زندگی تو چیه؟ تو چی فرار کردی؟ چو برای چی از مملکت فرار کردی؟ آیا از مملکت فرار کردی برای اینکه فقط نون سنگک شده 2000 تومن یا 50000 تومن، یا اینکه اومدی تو خیابون داشتی راه میرفتی مثلا پلیس برای اینکه ده قانون مسخره رو دنبال بکنه تو رو اومده بازجور کرده توی اون ماشین گشتشون رو برده و تو اونجا هم به توهین کردن؟ یعنی شکایت تو از دست گاورمنته، از دست همسایتون نیست یا از اینکه نون اومده گرون شده نیستش. البته در مواردی هستش که یک دست نظر اقتصادی مشکل دارن و اون یه چیز دیگه است، ولی جواب کلی من اینه که وکیل باید بشینه با شما یه مدتی صحبت بکنه ببینه زندگی تو چی بوده، چی شده،
کجا بوده که تو اذیت شدی به وسیله گاورمنت یا دستایی که از آستین گاورمنت در اومده؟ مثلا منظور من چیه؟ منظورم اینه که مثلا یه نفر لباس شخصی پوشته مثل من، ولی این مأمور دولته، هیچ بجی هم نداره که، یا کلاهش هم اینجوری نیستش، ولی مثلا بگم تو دستش چوبه، یا مثلا یه چوبی دست گرفته که اگر فلان کسی تو خیابون سطح خاکسور رو خالی میکنه به علت اعتراض، این رو بزنتش یا دوستش با اسلحه این رو بزنن بکشتش و این رو تبرعش هم بکنن اونی که اون رو کشتش. خب اگر مثلا فامیل شما بوده که اومده اذیت شده، اگر شما به وسیله گروهی که بستگی به گاورمنت داره حق شما رو از بین برده، حق شما که یک نفر حق داره که آزادی سخن داشته باشه، آزادی عقیده داشته باشه، بتونه آزادی مذهب داشته باشه. بنده میخوام بیام تو آمریکا مثلا بگم مذهب ایکس رو بردارم بکنم مذهب بی، دولت آمریکا اصلا به دولت آمریکا چه مربوطه من چه مذهبی رو بخوام قبول بکنم؟ مذهب چیزی بین خدا آدم و کریئترش یا اون چیزی که در مغزش فکر میکنه هستش. اگر بین علل اومدن شما رو به حساب دولت اذیتتون کرده، حقتون رو پایمال کرده، آره شما میگین که طبق قراردادهایی که نوشته شده در نمیدارم 75 سال پیش دولت ایران هم یک، البته دولت ایران در موقع سیگنتوری نبوده ولی ناظر بوده در اونجا، قرار داشته باید دو ولدیه به این محل امن بدن. سر محل امن میرسیم، خیلی مهمه. کیسی من دارم که مال در مورد آفریقا بوده، بین قبایل مختلف با هم دیگه مشکل داشتن و این رفتن تو خونه اون ریختن و یه در کشتن زن و گاورمنت هم پلیس هم واسه اونجا نگاه کرده. خب درسته که این دوتا، ولی پلیس اونجا واسه جلوگیره اینو پروتکتش نکرده، این فرار کرده. حتی 3-4 سال هم این مملکت اون مملکت رفته بوده، باز هم موقعی که اومد اینجا اصالتش رو قبول کردن. ولی به طور کلی قانون اینه که شما به موقعی که به محل امن رسیدین اونجا تقاضای پناهندگی بکنین، و موقعی که اونجا تقاضای پناهندگی کردین، من یک آقای افغانی رو دارم که این اومده در اسپانیا یه مدت رفته اجده کار بهش دادم، بچهش گوشتم بره مدرسه و حالا اومده اینجا از همون زیر سیم خاردار رد شده و اومده اینجا تقاضای پناهندگی میکنه. دولت اینو یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، میگه تو محل امن رسیدی، بچه تو مدرسه گذاشتی، اجازه کار بهتون دادن و انتخاب کردن محل امن در اکثر موارد به انتخاب شما نیست. برای اینکه این دولتی که سیگنتری بودن به اون توافق به این رسن در مورد حقوق انسان ها، میگن تو رسی اونجا محل امنی، دیگه چی میخوای؟ خب البته باز برگردیم به اینی که فلان کسی به من تلفن میکنه میگن در چه موردی من تقاضای اصالت میکنم. اصالت مربوط به زندگی شماست، بکراند شماست، وکیلت نمیتونه بهت بگه اینو تقاضا بکن اونو تقاضا بکن. وکیل شما باید بشینه قشنگ فکتو پیدا کنه، زندگی شما رو پیدا کنه، ببینی در از مدرسه که رفتی، دانشگاه رفتی، دبیرستان که رفتی، بعدا اومدی کارمند شدی، اینا چه اتفاقی شده، چه حقی رو از تو ضایع کردن و به صرف این که من باید چادر سرم بکنم حق شما ضایع نشه. برای اینکه یه عده مردم خیلی هوشمند و عاقل و دانا 44 سال پیش رفتن 90% رأی دادن که ما حضرت آقا رو میخوایم، ایشون از آسمون اومدن و عشقم تو کره ماه دیدیم و ما میخوایم به او رأی بدیم. خب به علت اینکه به من میگن چادر سرت بکن، تو نمیتونی چیز کنی،
ولی اگر شما چادر سرت کردی اومدی تو خیابون و پلیس خواست بگیرتت و بیاد موقعی که میخواد تو ماشین بندازتت موهاتو بکشه و سه نفر مرد بیان حتی شما موتو نشون نمیدی، ولی موقعی که نگاه میکنی میبینی که اینا موقعی که چی کردن لباس زیر زنم بارا رفته و بدنش دیده میشه. خب این یه مسئله ای که باید بشین سیگاه کنیم. آره درسته که من درباره چادر صحبت نمی کنم، درباره روش گاورمنت باید صحبت کرده. در موقعی که من بردن توی بازداشتگاه صحبت اینا هستش که من شکایت دارم، ولی از اینکه چادر سرم میکنم نه، برای اینکه این مردم عاقل رفتن 44 سال پیش رای دادن گفتن که آقا هم که گفته که همه دون چادر سرتون کنید، بنابراین به تو یکی نگفته چادر سر، به همه گفته، همه هم قبول کردن، ولی اگر به تو یکی اومدن اشراف کردن اون موقع میتونیم چی کنیم. خلو این از مسئله صحبتهایی که این چند نفری که در چند روز گذشته به من مراجعه کردن در مورد پناهندگیشون، این صحبتشونه. به طور کلی پناهندگی بعد از اینکه مراحل اولش رو پیدا بکنه به شما باید اجازه بدن که کار بکنی. چقدر طول میشه؟ 5 ماه طول میشه تا به شما اجازه کار بدن. 5 ماه طول میشه تا بهت اجازه بدن تقاضای کار بکنی. بعدا مثلا 1-2 ماه میکشه تا الان که اجری کار دادن یک کمی طولانی شده، برای این سر USCIS سر اداره مهاجرت سرشون شلوغه و ولی اجری کار به شما میدن دیگه، غیر قانونی نخواهید بود. ولی در موقعی که شما در حالت اسایلم تقاضا کردین پیش از اینکه اجری کار بگیرین اگر کار بکنین، خب این در مصاحبه شما رو خیلی رد میکنه. خب بعدا سوال دیگه افراد میکنن این که چقدر طول میکشه. کسانی که الان به محصه اینکه وارد میشن فورا تقاضا بکنن، براشون پروندهشون زودتر انجام میشه. کسانی که اگر طول بکشه این اسکجول کردن برای مصاحبه، اسکجول کردن مصاحبه یعنی چی؟ شما بعد از اینکه تقاضا میکنه 4-5 ماه بعد اجازه کار بهت میدن، بعدش اون وقت باید اسکجولت بکنن، برنامه بذارن با یه آفیسری که با کورت هنوز کار نداری، آفیسر با شما مصاحبه میکنه، از روی اون دکلریشنی که شما نمیشین، دکلریشن چیه؟ همون به حساب ادعاهایی میکنین، فکتهای زندگیتون رو میگین، توی اون فکتهای زندگیتون نوشته در اینجا منو اینجا انجام بدن، در اینجا به من این روی اون باهاتون صحبت میکنه. این مصاحبه تقریبا بهتون بگم مسابقه اینه که شما چه آدم راستگویی هستین. از کجا میفهمن شما چه آدم راستگویی هستین؟ مغزتون که برده میدن عکس ازش بردارم بینه راستگو یا نه. صحبت هایی که میکنین اون آفیسر، شما یه مرتبه پر اون آفیسر میرین، اون آفیسر روزی حد هر 3-4 تا 20 سال گذشته مصاحبه کرده، همه جور داستانی رو شنیده. البته اگر شما وکیل داشته باشین و اون آفیسره بخواد، وکیلتون اونجا نشسته صحبت نمیکنه، فقط در موقعی که با آفیسر مصاحبه میکنین این میاد چیکار میکنه؟ نظارت میکنه که این آفیسر شما رو یه سوال رو 6 مرتبه جورای مختلف ازتون نپرسه، بعد باهاتون به حساب تریک انجام نده. اگر انجام بده خب وکیلتون چیکار میکنه؟ اعتراض میکنه و در ضمن در آخر مصاحبه که شما با این آفیسر دارین اون وقت چی میشه؟ اینا وکیل ممکنه در 2 مرتبه یه سری سوالایی ازتون بکنه که این سوالا به عقیده اون وکیل در موقع شما به آفیسر جواب دادین یا شما قشنگ نفهمیدین، یا اینکه سوالی که دادین احتیاج داره که یکم آدم اکسپندش بکنه که وکیل میتونه اونجا 2 مرتبه دایرکت استمونی ازتون بگیره صحبت بکنه و بعدش هم آخرش هم به آفیسر بگه یه سامنشن به حساب
صحبت آخری که میکنه به حساب میگه که به این دلیل به این دلیل به این دلیل آیا آفیسر شما باید اصلا چقدر بعدش آفیسر میتونه باید جواب بده. قبلا چندین سال پیش موقعی زمان خیلی خوب بود 15 روزه جواب میدن. الان من کیسی دارم در لوئیزیانا که یک سال پیش ما رفتیم مصاحبه، همه چیز رو خواستن ولی هنوز تصمیم نگرفتن. البته چیکار میشه کرد؟ همیشه میشه تقاضا کرد به دولت گاورمنت، به دولت فدرال گاورمنت، به فدرال گاورمنت بگیم به این کار رسیدگی بکنه، به عبارت دیگه با شکایت بکنی بگه آجون اینا هر کاری گفتم من کردم، هر نامه خواستم دادم، هر جوری گفتم ملغ بزنم من ملغ زدم، چرا اینا کار خودشون نمی کنن؟ جاج دستور بهشون بده کار خودشون انجام بدن. آیا در این امور ما موفق بودیم؟ آره، برای نه اینکه در باره اصالم، حتی در مورد کسانی که رفتن کنسولگری 8 ماه 10 ماه 9 ماه چیز گذشته کنسولگری جوابشون نده. کنسولگری موظفه در ظرف 1 ماه به شما یا بگه آره یا نه، کلکشو بکن. نمیخوای بهش ویزا بدی؟ بگو به این دلیل به این دلیل ویزا نمیدم، بذار وکیلش بره دنباله بگیره چرا بهش ویزا ندیم. اگرم که همه چیز مرتب بوده ویزا بهش بده، بیاد به خانوادش بپیونده یا بره سر کارش یا به هر دلیلی که قرار بوده که به مهاجرت بکنه آمریکا، بیاد به دنبال زندگیش بره. برصد این از برای این من بیشتر صحبت اصلا میکردم، برای اینکه چندین نفر به من مدارکشون رو فرستادن و من به همشون هم قول دادم که علاوه بر اینکه امروز روی تلویزیون صحبت میکنم، شخصا هم میخوام باهاشون تلفنی صحبت کنم و به قول معروف تایتو مسئله رو بیاریم به جلو، میگیم که پرابلم تو چیه، چی بوده پرابلمت، پرابلم رو توضیح بده، ببینیم به چه نوعی، آیا کرد بودی، آیا بهایی بودی، آیا اظهار نظری جای کردی، مثلا صحبتی کردی، عقیدت رو بیان کردی تو روزنامه یا توی جای، ببینیم به کدوم یکی هستش. همینجوری که من میخوام دینم رو عوض کنم، از این داستان ها خیلی دولت شنیده، خیلی آفیسر شنیده، شما باید اینو کاملا دیولاپش کنید، توضیح بدین که چیکار میخوام کنید. این از این خلو. مسئله دیگه هم که من صحبت دارم، من در حدود بگم یه 10-15 دقیقه دیگه اگر کسی تلفن بخواد بکنه سوال بکنه من خدمتتون هستم. مسئله دیگه که مخواستم صحبت بکنم اینه که رینوال گرین کارده. الان ما به یه جای رسیم که مردم 44 سال اینجا هستن، دو تا چیز پیش میاد، البته چندین چیز پیش میاد ولی این دوتا شما هم در برایش صحبت میکنم. یکیش اینه که گرین کارد چونو چجوری تمدید بکنن و یکی دیگه اینه که چه راهی براشون بهتر پیش از این گرین کارت چون تمدید کنن، چرا یه مرتبه بری سیزنشیپ تقاضا کنی؟ تو که این مدت اینجا بودی و کوالیفای میکنی که سیزنشیپ بگیری، به جای اینکه بیای خرج اضافی بکنی گرین کارت تو تجدید بکنی، برو یه مرتبه تقاضا سیزنشیپ بکن و خیالتو راحت کن برای همیشه. گرین کارت رو چجوری؟ تا موقعی که در داخل آمریکا هستی تقاضای سیتیزنشیپ میکنی و معذرت میخوام تقاضای رینوال گرین کارت میکنی، تقاضات کن بلند شور بیرون یا تا موقعی که بخواند برای فینگرپرینت دیگه چه طول میشه، طول زیاد میکشه تا بیاد یک گرین کارت رو یه نفر عوض بکنه و معمولا کسانی که این مشکل رو دارن گرین کارتشون رو میخوان تمدید بکنن، اومده از داخل آمریکا گرین کارت رو تمدید کرده ولی برای چی؟ پیش از این میخواد بره بیرون، میخواد بره مسافرت بکنه. خیلی ساده است، میره اونجا USCIS مهر دیگه بهش میزنه که این
این کارش ما تأخیر میکنیم، این بیچاره اومده سر موقع کارش انجام داده، چون ما کارش تأخیر انداختیم برای من یه سال دیگه هم بشه اجازه میدیم که از اکسپایرشن گرین کاردش بازم تمدید شما میکنیم. خیلی در بعضی از موارد الان دولت میبینه که خب میتونه اگر یه نفر بیاد پریمیوم پروسسین انجام بده، یه حق با شیبیلی به دولت بده، اضافه دولت به پروندهش در بعضی موارد موقعی که شما وکیلتون یا خودتون برای خودتون تقاضای پریمیوم پروسسینگ میکنین باید اینا بهتون 15 روز جواب بدن، ولی موقعی که 15 روز بهتون جواب مطمئن باشین پروندهتون پیشش همش صفت باشه، خیلی درست باشه، برای اینکه پولتون حروم میشه اگر که مثلا این درست نباشه. آفیسر بنویسه اینو کم دادی، اونو کم دادی، اینو چیز کنی، دیگه اون 15 روزه از بین میره، میره تقریبا روی مسیر عادیش میره. یه سری از من شکایت کردن حقم دارن و اون اینی که میگم وب پیج تو چرا اینجوریه. والا تو این دنیایی که دارن الان آرتیفیشیال اینتلیجنس درست میکنن، آدم به مارس میفرزن فلا اینا، من یه مشکلی دارم با کسی که این وب پیج منو دیزاین کرده. وب پیج قشنگی ظاهرا خیلی قشنگ به نظر میرسه، ولی هنوز که شما اونجا نگاه میکنین نوشته ساعت های برنامه من 10 تا 11 تا 12 است. خب قبلا من این کسی که برای من دیزاین کرده بود در آستین تکساس بودش، یک شرکتی داشت که ما با این در تماس داشتیم، همیشه آپدیت میکردیم قوانین رو، آخر میذاشتم توی چیز توی این وب پیج و مردم یک کمی راضی بودن، ایراد داشت ولی خوبی های هم داشتش. الان من اینو پیداش نمی کنم، مثل که دکونشو بسته، هرچی هم تلفن میکنم میبینم یه دنس استودیو به من جواب میده، میگم آقا من در باره دنس مشکلی ندارم ولی در مورد وب پیج هم مشکل دارم. میگه آره مرتب به ما تلفن میکنن و اینو ما نمیتونیم. من رفتم به بالاخره اینا خودشون یه دکون دارن که سرورهای مختلف رو استفاده میکنن، اون کسی که سرور به حساب این از سرورهای اونا استفاده میکنه یه ارگانیزیشن هست به نام دیجیتال اوشن، با اونا صحبت میکنم میگن تا موقع که این ایجلده ما نمیتونیم برادم. به هر صورت من کاری که میکنم اینه که میگم آقا اونو ترشش میکنم میزمش دور و الان دارم با یک دونه ارگانیزیشن تماس میگیرم که به طور کلی یه پیج جدید برای من دیزاین بکنه و به امید خدا مشکلاتو برطرف بکنه که من بتونم با کامیکیشن بیشتری با مردم باشم. خب همینجوری که ما الان نگاه میکنیم میبینیم که تعداد زیادی مردم گرین کارداشون تموم شده، میخوان تقاضای گرین کارت جدید بکنن، همینجوری میبینیم یه عده هستن که الان 44 سال تقریبا نیم قرن هستش که مردم ایران به ممالک دیگه رفتن، نه به ملت خودشون به زور رفتن، جای دیگه دارن زندگی میکنن، در همین آمریکا در حدود بیشتر از 1 میلیون خورده و در سراسر دنیا در حدود 8 میلیون ایرانی خارج هستن. خب اینایی که مثلا تو آمریکا هستن یه عدهشون ممکنه پدری بوده، یه مردی بوده برای برادرش تقاضا کرده، این آقا مثلا بگیم 40 سالش بوده موقعی که اومد اینجا تقاضا کرده، خب 44 سال هم الان گذشته میشه 80 خورده ای سال. بعضی از افراد، نه اینکه بگم سن زیاد، همه ما بالاخره 30 سال دیگه شاید 30% از جمعیت که روی زمین نیستن، ولی به هر صورت یه نفر ممکنه که تصادف ماشین که بکنه، یه نفر مریض بشه، یه نفر مریض که علاج نشته باشه، یکی هم به علت کبر سن از بین بره. خب حالا این آدم اومده مثلا بگم 30 سال پیش یا 5 سال پیش برای برادرش تقاضا کرده، بعدن تا اومده که مثلا برسه به
موقعی که نوبت این برادر بشه، این اومده چی شده؟ خودش از بین رفته، فوت شده به یه علتی. پرونده چی میشه؟ در قدیم، یعنی بگم در حدود پیش از 2000 سال 2000، قانون این بودش که میگفتن یه نفر که فوت شد پروندهش هم باهاش زیر خاک میره. بعدن دیدن این قانون خیلی سخته، اومدن گفتن که به شرط اینکه این شخص در آمریکا بوده و برای اون که تقاضا کرده در آمریکا به طور قانونی هستش، این رو اجازه بدیم که پرونده‌ای که باطل شده زندش بکنن. باطل شده یعنی چی؟ ما پرونده رو می‌رسیم USCIS، اداره امیگریشن تصفیبش کنیم، بره به MVC، MVC میره به MVC، MVC میفرسته به MVC. در MVC میان نگاه میکنن ببینن که این شخص فوت شده، MVC نامه رو برمیگردونه با سجشن این که این اپرووالی که USCIS داده اینو ریوکش بکنین. اونو میفرسته به MVC، MVC میفرسته به USCIS و USCIS اینو ریوک میکنه. خب اومده گفتن هر کسی که در آمریکا قانونی زندگی میکنه این رو چیکارش کنین؟ از نظر هیومانیتریان اجازه بدین این پرونده دو مرتبه زنده بشه. شدم، خیلی هم شد. بعد خب این یه سری شکایت کردن، مشکل داشتن، وکلایش شکایت کردن، گفتن آقا اگر که این آدم مثلا بگم یه بچه بوده اینجا دانشجو بوده، خب این بچه ممکنه یه بتونه ویزا بگیره ولی پدر مادرش تقاضا کردن، اونا در ایران هستن، اونا چی میشن؟ اومدن گفتن فرق نمیکنه چه در قانون آمریکا باشه قانونی، چه در اینکه خارج از آمریکا باشه، برای همه اینا ما اون اپرووال رو ری افرمش میکنیم، دو مرتبه میگیم که ثابتش بکنیم. حالا مهم بیلی که از کی ثابت میشه، نه از اینکه از امروزی که ما تقاضا کردیم، از اون موقع که شخصی فوت شده از اون موقع ما اینو اپرووالشو واسش میدیم. خب من الان پرونده ای دارم که یه سالی سال خورده هم ازش گذشته، یعنی از موقعی که این پدر تقاضا کرده برای فرزندش الان یه زمانی هم گذشته. ما تقاضا کردیم که بیایم این رو پرونده رو ریوایوش بکنیم، این به حساب ریوکیشن رو دو مرتبه فرمش بکنیم، USCIS بنویسه اینو ما دو مرتبه تصویبش بکنیم، و الان مشکلی نداریم که بریم توی MVC و برای این آدم نوبت بگیریم. البته این حرف رو من یه دو هفته پیش زدم، یه خانمی هم اومد روی خط و همین مشکل رو داشت و حالا اینو توضیح میدم. برای این شخص ما اومدیم گفتیم آقا این کسی که داره اینو الان ساپورتش میکنه یه خانم 93 ساله ایه، دکترش هم این نامه رو نوشته که این خانم پروگنوسیسش خوب نیست، یعنی نمیدونیم چند وقتی زیادی ایشون زنده بمونه و این آردشونی بچهش بمینه. نامه دکتر رو تمام این چیزان رو فرستادیم و اینو از MBC تقاضا کردیم اینو زودتر بهش رسیدگی بکنم. یه خانمی من براش، البته کلاینت من نبود، در حدود چند ماه پیش به من زنگ زد، گفتش که برای پسرش تقاضا کرده، خودشون سرطان دارن نمیدونم اینطور اینطور و براش اینا، گفت خب نامه دکتر بنویسی اینا. الان اینا که شما میبینین، البته در برد این خانم نبود، یه نفر دیگه اومده برام نسخه ها رو فرستاده، ما هم به اونا کار نداریم. نامه ای که دکترتون فرستاده، اولا مثلا این پرونده رو، این دوتا پرونده رو من به طور همینجوری گرفتم، بهش گفتم اگر میخواین به من پرداخت بکنیم یا هم پرداخت نکنیم، در ایران میگه دو نفری که خودتون میشنسیم محتاج هستن انجام بدیم، برا من نسخه نفرستین، برا من یه نامه که من فکر کنم دکتره باید بنویسه،
من در این مدت دکتر معالج ایشان بودم، این مشکلاتشون اینه، زندگیشون الان اینه، اگر احیانا سرطان دارن در چه فازی از سرطان هست، یک دو یا سه یا چهار هستش. خب ما بگیم در چیز چهار هست زیاد به زندگیش اعتماد میشه، بذار بچهش ببینه، بذار اجازه بده تو صف بشه. شما حساب کنید، مثلا بگم ببین مسئله الان بیشتر مشکل ما سر اینه که پرونده ها تصفیه بشه، میره USCIS تمام اون به سب ریکوارمنتش انجام میده، بعدا میاد چیکار میکنه، یه نامه برامون نیستیم که آقا پرونده شما ادمنستریتیولی خیلی کامل است از نظر MVC، کامله سب کنید تو امبسی به ما وقت بده. امبسی سرش شلوغه. الان مثلا بگم پرونده هایی هستش که چندین ماه گذشته از اینکه نوبتشون بشه که برای MVC، هنوز بهشون وقت مصاحبه ندادن، برای اینکه اگر یادتون باشه 3 سال پیش یک کوویدی اومد به نام ویروسی اومد به نام کووید 19، همه جا بستن. تو اتوبوس هم مخواستی بری باید مثلا هر جایی که مخواستی بری باید نمیدونم ماسک بذاری، اداره ها رو نمیتونستی بری، همه الان این پرونده ها هم مشته شده. برای همه کنسولگری هایی که به ایرونی ها ویزا میدن همین هستش. الان شما اینا کاری که دارم میکنن اینو یکمی بهترش بکنه، اینه که تا اونجا که من میدونم سفارت آمریکا در مسقط پایتخت عمان اومده بعضی از ایرانی ها رو بهشون وقت میده برای مصاحبه. مشکلی که ما داریم، من دارم درباره بعضی پرونده ها، اینه که اینا میگن یه چون نیستش که تازه این کارو این MBC در مسقط میکنی، خیلی هم بزرگ شاید نباشه، هنوز از نظر پرداخت فیا ما نمیتونیم، میگن که باید یه نفر اونجا باشه که این فی رو پرداخت بکنه. اینو من الان دارم تماس میگیرم با یه عده از این هتل ها و این ترافل ایجنسی ها در مسقط، ببینم این مسئله رو میتونیم حلش بکنیم که اونا ما بهشون یه پولی بدیم، اضافه هم بهشون بدیم، بگیم آقا اینو پرداخت بکنیم، ما بتونیم وقت بگیریم اینا پرونده رو منتقل کنیم به مسقط. الان مشکل اینجوری داریم، خیلی پرونده ها هستن هر دو ماه یه مرتبه یک ایمیل الکترونیکی میگیرن که پرونده شما تکمیل شده، یکمی سب بکنیم تا نوبتتون بشه. خیلی خوب، درباره چیزی که صحبت کردم، آها، یک شخصی به من تماس گرفت هفته پیش که ما یه همچی کیسی رو داریم، یه دختر خانمی هستش که در ایران داره این تحصیلات هست. البته خب من هیچ تعجب نمی کنم که هر چیز تحصیل کرده هستش از ایران ازمش نه خارج بشه، برای اینکه میخوان اون مملکت اونجوری دلشون میخواد از مدرسه علمی خارج شده باشن، بگن اونا رو برن بیرون، اونا که از مدرسه مذهبی هستن بمونن بهشون شغل میدیم. خب این خانم هم از یه مدرسه خیلی فارغ التحصیل شده، مهندسی گرفته و چیکار میکنه. پیشنهاد من به اینا بود، دو سه را کسانی که همچین مسائلی دارن، دو سه تا هست. یکی اینی که بیان تقاضای ویزا بکنن، تقاضای ویزای ویزیتور بکنن، تقاضای ویزای ویزیتور بکنن اینجوری که بگم ما میخوایم بریم بازدید بکنیم، دلالی که ویزای ویزیتور هستش. یکی اینی که اگر شما کارفرمایی دارین اینجا، دو نوع برای اینا تقاضا بکنین، یکی این که از طریق H1B، یکی از طریق لیبر سرتیفیکیشن. H1B باید سب کنین تا اول اپریل سال دیگه. الان خب
بازار کار تو آمریکا خیلی داغه. مثلا بگم ایالت نورث داکوتا یا ساوث داکوتا اعلام میکنه که ما 25,000 تا شغل داریم که میخوایم پرش کنیم، نداریم، آدم نداریم، هر کسی میخواد بلندشه بیاد اینجا ما به شغل میدیم. و در ضمن در بعضی شرکت های مقداری هم به طرف میدن که اولی که امضا میکنه یه مقداری هم بهش از قرار معلوم پول بهش میدن. و بنابراین H1B خب در قدیم من یادمه که مثلا 15 سال پیش هر سالی 129,000 تا چه میدن H1B ویزا میدادن. بعدن کردنش زمان کلینتون بود اشاره، بعدن اون موقع هم بازار کار خیلی داغ بود، بعدن کردنش کمتر و کمتر و کمتر، الان 60 سال گذشته 69 بوده. تعداد مراجعین خیلی زیاده، بنابراین میگن برای اینکه به همه یکسان رفت بشه ما تمام این اپلیکیشن ها رو به طور لاتاری قرعه کشی میکنیم. نمیتونیم بگیم این اول اومده، دوم اومده، روز چهار اومده، یه روز هشتم اومده. همه این اپلیکیشن ها به شرط اینکه از 69 تا به اضافه 15 تا که ذخیره میخوان نگه دارن، از اون بالا اومده اینا همه رو میذاریم توی کیسه به نام رندوم پروسسینگ، شماره میدن، چیز الکترونیکی هستش که یک اپلیکیشن رندوم پروسسینگ ران میکنن، اون شماره ها رو میده بیرون، میگه اینا انتخاب شدن، ما طبق اون انجام میدیم. شانس شما چقدره که شما بی قبول بشین، باید نگاه کنین تعدادی که میخوان بگیرن چقدره و تعداد مراجعه چقدره. رون حساب این از اون. یکی هم لیبر سرتیفیکیشنه، اونی که H1B میاد اینجا ویزای نان امیگرنت میاد، اون کسی که با لیبر سرتیفیکیشن میاد خودش و خانوادش با گرین کارت میان، خودش و خانوادش با گرین کارت میان. خانواده که خانواده بچه های زیر 21 سال هن. که در موقع شما تقاضا کردین اینا زیر 21 سال بودن، ولی حالا ممکنه اینا چون طول کشیده برای اینکه از موقعی که شما لیبر سرتیفیکیشن رو میدین و تقاضای امیگرنت ویزا میکنین تا اون موقعی که کنسولگری ها وقت بدن، ولی ممکنه این سنین بچه از 21 سال بره بالا. ولی اون موقع هستش که یه قانونی هست به نام Child Status Protection Act که اینو پروتکتش میکنه و اون بچه هم با وصل این مثلا 23 سالشه بازم جزء برنامه میشه. خیلی خوب، از اون طریق این طرف وارد گرین کارت میشه. یک راه دیگه هم بودش که قبلا ولی الان دیگه نیستش، و مثل ما تلفن همین تلفن مشکل داریم. اوکی، به هر صورت یک راه دیگه قبلا که از طریق سرمایه گذاری یک نفر به شر یک نفر می اومد اینجا سرمایه گذاری میکرد. ما خیلی این کارا رو کردیم. مثلا بگم یه نفر بودش که ماشین های دست دومه از اینجا رو میگرفت و میگفت در دبی همچین برند ماشینی خیلی مشتری داره، این ماشین ها رو میخرید میفروخت اونجا. خب به این اومدن ویزا دادن. چرا بهش ویزا دادن؟ برای اینکه کار تولید کرد اینجا، یه نفر بره ماشین رو بخره بره پروسسش بکنه. بعد موقع شما یک سرمایه گذاری میکنید که دو تا کارمند اضافه میکنین بهتون ویزای ای میدن. این در قدیم بود. الان ویزای به حساب ای تو رو به کسی نمیدن که پاسپورت ایرانی داشته باشه. متاسفانه اگر یه نفر هستش که مثلا بگم ایرانی هستش که در ترکیه اقامت داره، که یه نفری که من تماس کرده در ترکیه اقامت داره میتونه این کار رو انجام بده. یا اینکه آخر سرش اینه که اگر کسی استطاعت مالی داره با EB-5 تقاضا کنه که این EB-5 سرمایه‌گذاری 800,000 دلاری میخواد و تا بیاد که براتون تموم بشه در حدود 900,000 دلار تموم میشه. صحبت هایی که درباره دکا بچه هایی که اومدن اینجا کوچیک بودن سنشون ولی
پدر مادر اومدن، این بچه هم با ویزای قانونی اومده یا به طور غیر قانونی، ولی الان این بچه ای که بزرگ شده داره کار میکنه، زندگی میکنه، اسمش دریمر اکت بود یا داکا بودش، این مثل توپ فوتبال شده. آقای اوباما یه دستوری داد که اینا رو دیفرد اکشن بکنن، یعنی با وصف اینکه گذاشتنشون جز اخراجی ها، ولی این پرونده رو آخر آخر ها بذارین، دیفرد اکشن، دیفرش بکنین. این کار انجام گرفت تا اینکه شکایت شد، شکایت شد از یک دست گروهی که چرا این کار رو داریم میکنین، این کار درست نیستش. شکایت رسید به یک فدرال کورتی در یوستون و جاج هنا بود فکر میکنم، جاج تصمیمی گفتش این تصمیم آقای رئیس جمهور غیر قانونی هستش. بعدن اینو بردنش به بالا به سرکت کورت توی لویزیانا و آخرین تصمیم الان این چه که جاج فکر میکنم حرف درستی زده. جاج میگه که این مربوطه به رئیس جمهور نیست، این باید مجلس این رو تصویب بکنه و الان صحبت سنه که در مجلس چجوری میخوان، البته لایحه هایی هم درست شده که بیان 800 هزار تا این بچه هایی که توی داکا هستن براشون یک پس تو سیتیزنشیپ بذارن. یه چیزی هم که من بخواستم صحبت کنم پیش از این که این بودش که بذاری من کجا نوشتم. الان در حدود 16 میلیون آدم ها غیر قانونی در آمریکا هستن. برای آمریکا هزینه خیلی زیادی داره که نمیدونن چیکار باهاش بکنن. البته یک امنستی در سال 1986 موقعی که پرزیدنت ریگان بود این امنستی رو دادن و یه عده‌شون اومدن ثابت کردن که در این مدت توی آمریکا بودن، از آمریکا خارج نشده بودن، کارشون داشتن انجام میدن، زندگیشون داشتن انجام میدن و الان غیرقانونی شدن. پرزیدنت ریگان دستوری دادش که به اینا امنستی بدن و این امنستی یعنی بخشودگی، اینا رو انجام دادن. الان یه همچین صحبتی هست تا ببینیم که چیه. بذارم اینم تلفنی بفرمین. سلام آقای دکتر. درود بر شما. میخواستم با آقای ناصریان صحبت کنم. من ایرج ناصریان هستم خانم، بفرمین. سلام. درود بر شما. خواهش میکنم، من دختر خالم طلاق گرفته و میخواد بیاد پیش من، نه اینکه به خاطر که اصلا بیاد آمریکا، به خاطر اینکه شوهرش تهدیدش میکنه، نمیذاره درس بخونه و خیلی تحت مراقبت شدیده که این اگر بیاد بیرون، و این بچه 5 سالم داره و از نظر مالی هم اوکیه، یعنی خونه داره، زندگی داره، و این چجوری باید اقدام بکنه؟ این میخواد بیاد آمریکا از ترس شوهرش که امنیت جانی نداره، این چجوری میتونه اقدام کنه آقای دکتر؟ ببینین، اگر کسی تو خانواده دعوا داره، اگر با همسایش مشکل داره، اگر با قصاب سر کوچه‌شون و بزاد سر کوچه‌شون مشکل داره، دولت اینجا گناهی نکرده. اینجا کانونشن اگینست تورچر حساب میشه. ولی اگر این خانم رفته از دست شوهرش شکایت کرده که این منو اذیت کرده یا آزار جنسی به من وارد کرده یا منو محروم از حقوقم کرده و پلیس روش اونور کرده، به حرفش رسیدگی نکرده، اون میتونه چکار کنه؟ از یک مملکت دیگه بیاد پناهندگی بگیره. حالا
این شخص چیکار میتونه بکنه؟ من فکر میکنم شما از کجا زنگ میزنی؟ من از سیاتل زنگ میزنم. از سیاتل زنگ میزنی. زمان شما با زبان زمان ما یکیه، یعنی الان هم اونجا 12 دقیقه به 9، ما هم 12 دقیقه به 9 هستیم. شما اگر در حدود یک ساعت دیگه به من زنگ بزنین، برای اینکه من یه سری اطلاعاتی از شما میخوام که اینو روی تلویزیون نمیخوام از شما بپرسم، یه شما من جواب بدین، آره اون موقع من میتونم بهتون کمک بکنم. ولی شما گفتین این خانم چند سالشونه؟ این خانم الان 45 سالشه. 45 سالشه. کارشون چیه اون وقت؟ روانشناسی خونده، میخواست کارشناسی ارشد بگیره در ایران که شوهرش اصلا نمیذاره که نه کار کنه نه، و برای همینم طلاقشو گرفت و الان مونده که چی کار کنه و خیلی هم تهدید میشه از طرف شوهرش. خب ببینین، آره اینو باید بهش راهنمایی کرد که چجوری بتونه حرکت بکنه. و بعد ازم مهم اینه که اومدن آمریکا مهم نیستش خانم، خیلی مهمه برای خیلی ها، ولی یه چیز دیگه هم باید در گوشش بذاریم که بعد از اینکه اومدی اینجا میخوای چیکار کنی. خب از نظر مالی اوکی هست که میتونه خودشو نگه داره اینجا، خونه داره و خونش هم خیلی با ارزشه، و بعدش هم میخواد اصلا درس بخونه، ادامه بده این مدرکشو بگیره اینجا و کار کنه دیگه طبق معمول. از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شده؟ والا اونو به اون صورت نمیدونم، اما از دانشگاه آزاد اینو میدونم که یکی از دانشگاه های آزاد فارغ التحصیل شده. بله خیلی شما اینو بی زحمت یه ساعت دیگه به من زنگ بزنین، من در مورد این از این یک چی میکنم برای یه موضوع دیگر رو پیش میارم صحبت بکنم. شما من یه ساعت دیگه زنگ بزنین. یک دنیا ممنونه. آره به اون شماره، به شماره 310 337 7900. چشم، حتما به اون زنگ بزنین. دنیا تشکر جناب. خواهش میکنم. مسئله که این خانم به میان آوردن، مسئله مثلا بگیم ویزای دانشجویه. ویزای دانشجویی به طور کلی من دارم صحبت بکنم در مورد ویزای دانشجویی، برای کس شما نیست، به طور کلی دارم صحبت بکنم. ویزای دانشجویی به طور کلی از دانشگاه‌های قدیم در ایران خیلی ساده میشه ویزا براشون گرفت دانشجویی، برای اینکه این دانشگاه مثلا شما حساب کنید دانشگاه آریامهر، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مشهد، دانشگاه تبریز، اینا از قدیم پیش از اومدن آخونده در بودن و قابل اعتبار هستن. ولی دانشگاه آزاد متاسفانه الان جوری شده که من شنیدم، نمیدونم، خودم تحقیقی نکردم، ولی شنیدم که مدارکشو تو خیابون میفروشن اصلا. 40 میلیون تومان بده فوق لیسانس بگیر. 10 سال پیش این مدرکو گرفته جناب. بله نه. حالا کاری که اینجا میکنن، میگن که شما از دانشگاهتون باید مدارکتون رو با سیلد آنولوپ، سیلد آنولوپ یعنی بسته شده، بفرستین به یک مؤسسه به حساب نگاه بکنن ببینن که این مدارک شما چقدر در مساوی با چه مدرکی در آمریکا هستش، بشکن اکوولنسی ریویو، ببینن اکوولنت به چی هستش، مساوی با چیه. اون موقع آدم میتونه با اون بره برای کسانی که ویزای دانشجویی میخوان بگیرن در این مورد صحبت بکنه. من وقتم میگم به من تموم شده، تا هفته دیگه روز و روزگار شما خوش. شما هم خانم اگر لطف کردین یه ساعت دیگه من زنگ بزنین، من خدمتتون هستم. روز و روزگار شما خواهش شد. یک دنیا ممنون. خدا الو دکتر ایرج ناصریان.
وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com.